اینجا از روز جهانی آب تحت عنوان آب و انکشاف پایدار تجلیل شد. از این روز اما سالا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود. اما در افغانستان هدف از برگزاری این محفل جلب توجه برای اهمیت آب و حمایت از انکشاف و مدیریت پایدار منابع آبی کشور گفته شده است. افغانستان کشوری است که 75 میلیارد متر مکعب منابع آبی دارد، اما کمتر از 19% این آبها را استفاده می کند. وزارت انکشاف دهات می گوید که مدیریت سالم آب در کشور می تواند افغانستان را به شکوفایی اقتصادی برساند. منابع آبی ما در حدود 75 میلیارد متر مکعب می شود. اما متاسفانه ما از این 25 میلیارد متر مکعب آب صرف 25% از او که عبارت از 18.75 میلیارد مکعب آب میشه استفاده میکنیم. در عین زمان ارقامی که از وزارت زراعت ما به دسترس داریم، مؤثریت سیستم آبیاری ما هم به 25% تقلیل یافته که این رقم کمترین رقم در بخش استفاده آبیاری در سطح منطقه است. افغانستان کشور مهاد به خشکی است و یک کشور زراعتی می باشد، اما از منابع خوب آبی نیز برخوردار است. وزارت انرژی و آب می گوید که برای مدیریت آب در کشور برنامه های روی دست گرفته است. تا کنون جهت این برنامه ملی مطالعات اقتصادی تکنیکی 20 بند بزرگ و متوسط ذخیره آب در 5 حوزه دریایی کشور با پای اکمال رسیده که کار عملی بعضی آنها مانند بندهای ذخیره سلما و پاشدان در ولایت هرات، مچلغو در پکتیا، المار در فاریاب، شاوروز در کابل، کمالخان در ولایت نیمروز و بند دله در کندهار تحت کار بوده و تعداد دیگر آن تحت دیزاین تفصیلی قرار دارد. در همین حال کمتر از 50% از شهروندان کشور به آب آشامیدنی دسترسی دارند. وزارت صحت عامه می گوید از هر 1000 کودک در کشور سالانه 97 آنان از سبب استفاده از آبهای آلوده جان خود را از دست می دهند. از جمله 1000 طفل سالانه 97 طفل از نبود آب آشامیدنی و از صحیح نادرست غیر انسانی تلف می شود. در هر 1000 طفل 97. این در حالی است که به دلیل نبود مدیریت و زیرساخت‌های منابع آبی افغانستان نتوانسته است که از آب خود به شکل درست استفاده کند. روی همین دلیل میلیاردها متر مکعب آب به کشورهای همسایه سرازیر می شود و اعداد زیادی را نصیب این کشورها کرده است.